باز هم خوش آمدن به ادامه برنامه صبح و زندگی و امیدوارستم از لحظات و صبحگاهی تا ایدم دم لذت برده باشین در این بخش برنامه هم استاد مهربان و عزیز دل همه استاد وحاب قاطع باز هم در برنامه با ما هستند و امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی زندگی را انتخاب کردیم که استاد بر ما معلومات خواد دانن این که خشونت در همه خانواده ها است و امروز هم در مورد این که چرا در بعض از خانواده ها خشونت زیاد است دلیلش چی است و راه های حلش چی است استاد و قاطعی بر ما معلومات خواد دادن استاد خوش آمدن صبحتان بخیر خوش باشین سلام به شما سلام به تمام دوستای عزیز و با... خوشحال هستم که نارتان ما همچنان بیشتر از شما خوشحال تر که شما را باز هم در برنامه با خود داریم خب استاد در اول در مورد خشونت بر ما بگوین که خود خشونت چی است؟ ما اتفاقا یک کم نقل کنم از کتاب که خودم نوشتم یک و نیم دو سال پیش به نام جنگ و صلح درونی و ما در کتاب نه تنها که کل زندگی ما در خشونت بوده و اتفاقا باستاب از یافته های از زندگی خود است بلکه گراند ریسرچ است یعنی تحقیق که ما نیاز شده برم به سرک برون به جاده برون به ولسوالیا به بعضی از ولایات اینا و مطالعه کنم که افغانستان چرا مردم خشن است ما چرا جنگ میکنیم ما چرا خشونت میکنیم ما کودک خودم میزنیم ما همسر خودم میزنیم ما خودم میزنیم ما بیادر خودم میزنیم در مواقع ما کیسای داریم که فرد مثلا مادر شلط میکنه جدا متاسفانه یعنی تا این سرحد مثلا ما کیسای داریم که فرد پدر شلط میکنه یعنی <متاسفانه> اگر مطالعه شود شاید از جمله چند تا خشنترین ترین کشورهای کره زمین باشه متاسفانه جنگ دیگه جایان بوده مثلا عراق جنگ داشته اما عراقی ها به حد ما در قبال اطفالشان، امسرایشان اینا خوشونت نمی کنه. استاد دلیلش چیست؟ خب من فکر می کنم یک بسته از دلایل و رای حلا و کلش در کتاب نوشتیم اما من کش می از بعد در برنامه بیشتر روی همین چیز متمرکز باشم چون هم،, هم, تحقیق بیشتر کردیم هم مثلا من کم بیشتر و جز... با جزیات بیشتر می‌فهمم و هم مشکل بسیار زیاد است عوامل زیاد وجود داره من نیم کتاب سر عوامل جنگ است من فقط عنوان ها را میخوانم. بعد از اون میایم سر می عنوان اول میشه صحبت کنیم یاد دوم چرا مردم جنگ میکنن تفکرات جنگی یک نوع فکرای جنگی است گوره در اشتوکی مغز ما پیشکاری میکنن مثلا ملا صاحب مسجد نقش داره دی در دا انتقال این نوع فکرای جنگی پدر کلان ما نقش داره مادر کلان ما نقش داره پدر مادر ما نقش داره جامعه نقش داره امی جمله که به کودکان میگیم به نام نصایح نصیحت دی بین نصیحت ها بعض نصیحت ها واقعا مضر است یعنی جنگ را ایجاد میکنن جنگی میسازه فرده فیزیولوژی جنگی این بسیار یک بحث جالب است ما زبان بدن است کل, رفتار انسان مثلا اگر من دستای من مشت بگیرم و پیشانی من ترش و تن صدای من خشن باشه من خواسته خواستن جنگ میکنم اما وقت لبخند دارم پیشانیم باز است دستای باز مثلا دستای باز است مشت نگرفتیم خود ما در امریکایی براش تنست میگیم در انگلیسی یعنی تو زیر فشار نیستم مثلا راحت استم باز جنگ نمیکنم یعنی فیزیولوژی جنگی یک بحث بس بسیار کلان دیگه است که میشه آدم با سرش گپ بزنه زبان بدن چطور ما یک زبان بدن داشته باشیم که منجر به خشونت نشه, یا مثلا کدام زبان بدن منجر به خشونت میشه گفتار جنگی یک خوب فکرای جنگی است که من گفتم مثلا ما یک نوع خاص فکر میکنیم از او خاطر باز جنگ میکنیم نه که به جنگ فکر کنیم من او گپه نمیگم یعنی اگه ما جنگ میکنیم حتما فکرای ما خراب است غلط فکر میکنیم با جنگ فکر میکنیم شاید با جنگ نیه اما میکلن امی سیستم فکری ما امی تینکنگ سیستم امی فکر یک سیستم است یک سیستم ف... ساینپساز در مغز که متخصصین بیشتر میفهمند یعنی اینا کلشان دست به دست هم دادن بر ما تصاویر ذهنی را خلق میکنن یعنی در سیستم کدام مشکل وجود داره کدام ویروس یک ویروس نه شاید چندین ویروس ها است غلط فکر میکنیم اما گفتار جنگی کلمات است که منجر به جنگ میشه و من کلان من فکر میکنم یک بحث بس بسیار معنوی است من کلان یعنی من کاذب یعنی غرور کاذب که در برنامه قبلی هم گفتیم یعنی زمانی که من فکر میکنم از شما برتر هستم به خاطر که من زن هستم شما مرد هستین یا من مرد هستم شما زن هستین یا من کودک هستم شما بزرگ هستین یا نه من چون ریش سفید هستم تو هستی کستی پس من تو که خوبتر هستم نشه مثلا پیش خدا بهتر باشم همو کودک نشه مثلا در عقل و منطق هم همو کودک بیشتر بفهمه اما همین که من حس میکنم من کلان شدم من کلان من رئیس هستم من مدیر هستم اینی منجر به جنگ میشه اینی منجر به خشونت میشه منجر به خشونت میشه زن و جنگ و اینجا یک فصل کتاب مروی است که مادر با بعض رفتارهای نادرست اولادای جنگی به بار میاره در نوع تربیت مادر من یک مثال مثلا اینجا میتونم مادر میگه این بچه این بسار غیرتی است او بیچاره هنوز اون ساله است او رو تروریست ساخت با میگه او به خاطر از او که او مریض است او غیرتی دیست. مریض است جنگ میکنه بیا خودم میکره. میکره خود میذاره میگه نه نمی بسار غیرتی است خود جامعه عقب مانده در با یک زمان به اولادای قوی نیاز داشتیم تا که همسایه سر ما مملکت باز ما دفاع کنیم یعنی متاسفانه در اون سطح زندگی اولیه بودیم خیلی وقت به او خاطر و ترس از دادن هویت که نتیجه شما میبینیم مثلا چی مثلا ما فکر میکنیم که ما پاکستان هستم ما کشور پاکستان هستم و قرار از افغانستان بیایه و کشور ما را از اون خاطر باید افغانستان بزنم نه ما افغانستان هستیم امریکا قرار بود ما رو بگیره از این خاطر امریکا را زدیم روسیه هم قرار بود ما رو بگیره روسیه را زدیم آل مثلا که هیچ کس نمیخوای ما رو بگیره باز خود میزنیم <تصفح> مثلا باز ترس از دادن هویت قومی مثلا خوشما شما پشتون هستین حتما دیگه شما میخواین ازاره ها از افغانستان پاک شوند بمرد مثلا شما ازار هستین حتما زده پشتون هستین میخواین دیگه پشتون نباشه مثلا تاجک هستن اینا هویت هاست میبینین تاجک، پشتون، هزاره، ازبک، ایماق، پشعی، روسی، امریکایی اینا همه هویت هاست اینا کدام مانا نداره در دنیای انسانی امروز که از تان پرسان نمیگره از کدام کشور هستی ای این رو بگذارید که از کدام قوم هستی اینی ترسی که من فکر میکنم مثلا هزاره در خطر است یا پشتون در خطر است یا تاجک در خطر است اینی کلانترین عوامل جنگی به نظر ما است یعنی اینمی کلش عوامل جنگی اما ترس از دست دادن هویت در زندگی شخصی هم مانا داره مثلا میخواین کار من را از من بگیرین البته کار من را از من میگیرن کار من جز هویت من هست. من چون ناق ترس دارم ناق میترسم که حتما این امکار من کامده این باعث میشه کار از من بگیره باز من او رو بد میبینم باز بد دیدن من منجر به خشونت میشه مشکل کجاست ما میاییم میگیم خشونت نکو خود در دست فرد نیست کاش کودا دست خودش باشه که نکنه او بیچاره هم تو پروگرام شده اما تو از یعنی فکر شده. کنین مثل یک برنامه کامپیوتریه رقمی که شما رو کد میکنین پروگرام میکنین اونم تو دیگه رفتار میکنه استادی کد و پروگرام از متفلیت میگیره برعزر ما از توفلیت شروع میشه اما ما ده هر ثانیه میگیریم ده هر لحظه کسایی را که میبینیم برنامه‌ای را که میبینیم آهنگی را که مشنویم برین چهار تا سخنرانی یک آدم مقدری را ببینین که در مسجد استاد است بنام نام ملا مردم به تروریسم به وحشت به دهشت به این دعوت میکنه سرتون تاثیر میکنه دو هفته پیش یکی از این ها رایدم را زنده مانده یعنی این تاری نکده با بیخی یعنی داستان سازی نمیکنه من واقعیتی که من پیش ما آمدن دفتر گفتن استاد بر ما مردم میگه که ما را پیچکاری میکدن در مغز ما پیچکاری میکدن که برو خدا به کفان اینطور گپا نبود گفت ما رو فقط روزای پنجشنبه سلاید شو رو بر ما میموندن میگفتن در افغانستان زنایش بی ادب شدن بچایش بی ادب شدن مردایش مسلمان دیگه نیست و شما باید برین تا که دین زنده بونه میبینین دین رهویت میسازن شما رو میترسانن که دین از از دست دادن است یعنی در حال از دست دادن دین تان است یعنی الان دین تان را نگاه کنین الان دین را کس از دست نمیده دین از بین نمیره دین ساخته دست انسان نیست که بخواید از بین برنه اما نه دین تان خطر است باید بجنگین İni ağırmes. کم در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی متاسفانه کلانترین بدبختی بشره به نام جنگ و خشونت بله کنه. متاسفانه که عامل بسیار بزرگ است و این عوامل که شما یادواری کردن واقعا تمامش در جامعه ما است خب استاد از خانواده میگیریم چطور از یک خانواده آغاز بکنیم تا خشونت در بین خانواده حداقل از بین ببریم والا من فکر می کنم اگه بخوایم پدر مادر تربیت کنیم یا پدرها را تربیت کنیم که همسرایتون نکنین شاید هم یالو کار است <applause> ما فکر میکنیم یا کمری شیتر شاید مثلا امی نسل پدر مادرای ما یا پدر کلان مادر کلانای ما دیگه قابل تربیت نیست اینا باید یک دیگه خود بزنن مثال خدای ناخواسته ما به یک در نیست به مثال فرزن اگه تو باشه ما بریم به کودک ها کودک های 5 ساله 6 ساله 7 ساله 8 ساله چند چیز برش یاد نتیم یکی رو برش یاد که بچه دختر هستی بچه است یعنی جندر گپ یا فاصله جنسیتی که ما ایجاد میکنیم اینی منجر به برت... من برتر میشه <applause> یک زمان اینمی بچه ازدواج میکنه خانم خود لط میکنه گناهش از مادرش است که بچه را تو تربیت کرده در پنج سالگی بله <applause> <applause> یا از پدرش است مثلا بریم به کودک یاد نتیم بچه تو پشتون استی از آرستی مونگ پختونان دسیو مونگ تاجکان دسیو اینی کارا نکنیم چی ما نامیته؟ شیطان تربیه میکنیم بیایم درس بتیم مثلا انسان کیست مثلا احساسات درس بتیم محبت درس بتیم انسانیت درس بتیم صداقت درس بتیم البته خود ما دروغ نگوییم باز چون کردار ما مستقیم تاثیر می کنه کودک احمق نیست ما کودک لوده فکر می کودک از ما کده مشیار است کودک میبینه خب مرا میگه که برو دروغ نگو خودش دروغ میگه متوجه است یا مرا میگه بچه انسانیت که خودش مادر ما میزنه چرا خودت انسان نیستی مثلا ما را میخوای انسان تربیت کنه. بله. خوب است اگر از دوران کودکی گذشت و نتونست پدر مادر امو قوانین و امو راه کارای درست کس بر کودکی آد بته زمان که خود ما جوان میشیم و متوجه میشیم که همین مشکل در وجود ما است یا در چهار طرف ما ای مشکل هست هست این مشکل چطور است به این در کل ماست یک چیز خب من منعیست یک کسی که مغز میفهمه، نیورون میفهمه، ساینپس میفهمه، محقق هست، درس میخوانه، چیز از من برادرای ما. عزای خانواده ما رفیقای ما رفیقای بسیار فوق ما همه ما یک کم سوی داریم یک کم اختلال داریم و یکی از اختلالاتی که در ما از خاطر تولد شدن در افغانستان مثل خار خلیده و دیگه وارد وجود ما شده اون خشونت است از این خاطر به نظر ما ما بدون از اینکه ببینیم که من امروز عصبانی شده میانه یا امروز خشن شده میانه هر روز بر درمان خود کار کنیم موسیقی به کلام قبل از خواب موسیقی که صدای پیانو باشه صدای آب شرشر آب آب سرد آب پغمان که وقت پای خود رو کنیم دوباره نه او پایین شاید او, او یخ که پای ما رو سرد کنه ای بسیار درمان کنیم است. راههای درمان را پیدا کنیم برای یک کس ورزش هنر خوبترین راه درمان است هر هنر را که یاد میتونیم بگیریم نه در کل مصروفیت مثلا مصروفیت میتونه مضر باشه خب مصروفیت های مفید مصروفیت های آرامش بخش نه در کارهایی که درمان کننده است <applause> مثلا سعی کنین یک گیلاس چای گرم کتیه قلب صفا پاک با پانزه دقیقه قصه با یک دوست که پانزه روز شده که ندیدیمش درمان خدا هر دقیقه رو برای ما قرار داده ما هر ثانیه اگه بخوایم درمان شده میتونیم مثلا سر سر قدم میزنیم یک کودک که میبینیم در حالت شوخیست طرف چیرش میبینیم میگه چی قند است دوست تو دو کک اونم درمان کننده است اگه ما ببینیم مثلا اگه ما نگاه کنیم من روز دیگه مورد خورشید گپ زدم مثلا من دیشب امروز صبح یعنی بسیار صبح وقت ساعت 3 صبح بیدار شدم آمدم در بالکنم و زیر برف استاد بود و میگفتم روی این برف بخوره دو نفر. خیلی گسوس خوب بود. یعنی سردم شد اما درمان کننده بود. های عمیق. بله. مثلا راه های درمان خیلی بل. زیاد وجود داره. بعضی است که ما اگر بخوایم درمان میشیم. گپ ای گپ ای جای دیگه است. ما زیاد وقتا فکر میکنیم که خشن بودن خوب است. ما, ما فکر میکنیم اگه خشن باشیم غیرتیستیم. اگه خشن باشیم ما سگ استیم. خاصیت سعی است. باورهای غلط است استاد. شیوه های بسیار خوبی است که شما یادواری میکنین و بحث هم واقعا بسیار جالب است و بسیار بحث بزرگ است که ادامه در برنامه های این داشتیم چون وقت ما تمام است. بسیار تشکر از که تشریف آورده. خواهش میکنم من زندگی تان بسیار آرزو دارم که پر از خوشی باشه، لبخند باشه، آرامش باشه، چای گرم باشه، صفا باشه، دوستا باشه، رفیقا باشه. ان بسیار تشکر استاد که تشریف آوردن و واقعا مثل هر روز گپ ها و سخن شما مثل یک پیچکاری آرام بخش است که بر وجود خود ما و مطمئن هستم بر وجود تمام بیننده ها تاثیر می کنه. بسیار تشکر از که تشریف آوردن